هی گایز، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو امروز. امروز تا مهمان ویژه داریم، مامان و بابای عزیز. سلام بچه‌ها، چطورین؟ هی گایز، امروز قراره که ببینیم کدومشون بهتر و بیشتر منو میشناسه و بینشون قراره یه مسابقه جنجالی داشته باشه. حالا خواهیم دید کی بهتر میشناسه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه هنوز با کانال من سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید. لطفاً کامنتتون رو برید ویدیو دیگرم ببینید. اینستاگرام منم میاد اینجا، حتما برید فالو کنید. خب بچه، قانون بازی اینجوریه که من از مام بابا می سری سوال راجع به خودم میپرسم و اونا قراره که روی کاغذ بنویسن و من بهشون میگم که به من نشون بدن. اگه درست باشه که یه دونه تیک کنارش میزنم و ممکنه سری سوالا چند تا موارد با بنویسن، به تعداد اون موارد نمره میگیرن. مثلا اگه سوالی 3 تا جواب داشت، اگه دو تاشو درست گفته باشن، دو تا تیک میزنم و اون میشه نمرش و آخرش میشوریم ببینیم که کی بیشتر. واه. حالا مجازات بچه مجازاتی داره؟ اینم بگو. نمیدونم مجازات چی باشه. حالا بعدا به مجازات بهش بگیم. خب سال اول، رنگ مورد علاقه من چیه؟ یه رنگ باید بگی؟ یه رنگ، نه دو رنگ بنویسی. دو رنگ نشون ندید برگاتون رو برگردونه اومدی کسی نمونی که بابا رو دست جمع میگیره. خب بخوام کس نداریم. 3 2 1 به من نشون بدیم. صورتی بنفش. خب بنفش درسته ولی صورتی اشتباهه. بفرمایید. مشکی درسته ولی صورتی اشتباه. انا وسط برنامه. خب برو. چرا من مشکی به ذهنم نرسید؟ همیشه رنگ ناخوناش هم مشکی میزد. ولی نمجری لحظه صورتی هم که غلطه. خب بریم. 1-1 تا الان مساوی هم. شما رو نگذاریم چند چندیم. نه از الان نگو دیگه، به اون استرس میگیریم. باش. سال دوم، غذای مورد علاقه هم چیه؟ دوتا. چجوری بگیم؟ دو سنتی بگیم؟ دوتا. آها خب من نمیشتم. من اسم یکیش بلد نیستم. من میشه از قضا بلد نباشیم. مخلفات چو نوشتم قبوله. مخلفات. خب بریم. آره خب سوشی خورشت قیمه. آفرین جفتشو درست نوشتی. تو چی نوشتی؟ خوشی؟ خورشت نوشته سوشی خورش لپه دار. همه مردم خورش قیمه بود. خورو اسمش چه یادم میره؟ با هم خورش قیمه اسمش میره؟ چون دوست ندارن اسمش یاد خورش لپه دار. پدر خورش قیمه دوست نداره و دختر عاشقش. خب سال بعد، نوشیدنی مورد علاقه هم چیه؟ دوتا. نوشیدنی؟ اگه یکیتون دقیق تر از اون یکی نمیشته باشه اون یکی نمره میگه. خب دقیق تر یکیش باید دقیق باشه نسبت. دقیق منظور چیه؟ یعنی باید سپسیفیکی بگیم مثلا یه چیز خاصی توش داره احتمالا. خیلی طول داره. خب قهوه با خامه و فراپه. فراپ مام من چی هر روز صبح میخورم؟ قهوه آیس لاته کارامل. آب پرتقال. آره درسته. مامان دیگه خودی آب پرتقال میخوری؟ میخوره دیگه هر روز. یعنی آب پرتقال میخوره اویده. آیس کارامل ماکیاتو رو بابا کاملا درست نمیشه. خیلی بی ادبی. کامل نوشته. نوشابم دوست دارم ولی خب مورد علاقه هم نیست. خب ببخشید تا با نهار و صبحونه و شام و نصف شب نوشابه میخوریم. آره بعد الان میگه مورد علاقه هم نیست. مورد علاقه هم نیست. پس چرا میخوری اگه مورد علاقه؟ آب پرتقال خب بیشتر تر گفتم اونی که بیشتر چیز باشه ترجیح هم. خب باشه قبوله. اوکی. یه کم نامردی دارم میشه به نفع پرسپولیس دارم میگیرن. فیلم مورد علاقه هم. فیلم نه سریال. فیلم آخه خیلی تو فیلم ها مختلف نگاه میکنی. سه هیچ به نفع من. من نمیدونم واقعا کدومش الان مورد علاقه. فیلم
یه دونه حس بزن، من همه فیلم رو کنم. اسمش رو بلد نیستم. خب خب اسم یه شخصیتی، یه توضیحی ازش، مثل بابا که میگه خورش به لب بدار. یه توضیح. 3 2 1 من که نوشتم. چی دکتر تو؟ دکتر تو چیه؟ دکتر خوب. خود دکتر داریم. همون دکتر خوب. همون دکتر خوب. دکتر خوب. خب برگرد. هری پاتر. آفرین هری پاتر. بی ادب. خب اول دکتر خوب سریاله. سریاله. تو گفتی فیلم؟ آره. گود دکتر. گود دکتر. حالا سریال مورد علاقه ما بنویسید. همین. سریال مورد علاقه. خیلی زیاده. برای همین که چند وقت پیش میدیدی؟ نه دو تا دارم مورد علاقه. اون اصلی چیه که خیلی فریک بودم. خب من اسمشو بلد نیستم ولی میدونم که همیشه نگاه میکنم. خب چیا توش داشت؟ خیلی واضحه چیا توش داشت؟ سریاله، یعنی نصف اتاقم پوستر رو دفعه شیشیچ میشه. این دفعه شیشیچ که من میدونم چی دوست داره. اتاق هم حتی استیکراش هم داره جلوی کمودم. چیزه جلوی جایی که لب سریال؟ مامان هری پاتر فیلمه. نمیدونم سریال نمیدونم. چی نمیش؟ ومپایر دایریز. درست گفت؟ آره. خیلی بی علمی یعنی یک کار داری میکنی بابات برنده بشه. من دارم اتا میگم درسا بابا چند روز دیگه از اینجا میره ها، خبری از هیچی نیست. خب گفته باشه. سوال بعدی، میوه مورد علاقه دوتا. میوه مورد علاقه؟ یکیش من نوشتم ممکنه میوه نباشه. نه میوه بگو. اون سبزیجاته. سبزیجاته. میوه من بازم نمیدونم. یکی من بنویسم میوه حساب میشه. ماشاءالله همه میخوره. نه میوه حساب میشه. خب ماشاءالله هر چی نوشتی دیگه. نه. عقب میفتم. عقب جلوی فکر کن. موقع رقابتی. خوی رقابتی زیادی داره. جالب با آدم با بچه زندگی میکنه خیلی چیزاشو نمیدونه. چون توجه نمی‌کنی. نه توجه می‌کنیم. عوض میشه مدل. مثلا یه روز میای اینو می‌خوری، یه هفته یه میوه‌ای رو می‌خوره، بعد یه هفته کلیک می‌کنه روی میوه دیگه. بعد اونو نمی‌خوره. بعد برای همین نمی‌دونی کدومش بیشتره. انبه آفرین گوجه سبز. دوری شما گوجه سبز می‌خوری. داری شما 4 کیلو گوجه سبز از شیراز آوردی. نه. گوجه سبز میوه نیست. خب جزو چیه؟ بگو. شما 4 کیلو گوجه سبز آوردی برای درسا، دو روزه تموم شد. من گوجه بودم گوجه سبز ولی میگفتی میوه. من میوه من فکر کردم چی آووکادو. گوجه سبز میوه است که داشت. پس چی بریم خودت اشتباهی. این داوری داره به نفع میگیره. نه خیر. سوال بعدی، برند مورد علاقه لباس. آها این من نمیتونم برند مورد علاقه لباس. اون چی بود اسمش؟ شامین. درسته. 3 2 1 برشگاه هالیستر جفتش درسته. با تو گفتی یک نگفتی دوتا. خب نه هر کدوم اشتباه باشی کار نداره دوتا باشی یکی هم باشی. اوکی الان تو چی تقلب کنم یه نیستم. نه دیگه نمیشه. دیگه نمیشه. من هرزرش نمشتم. هالیستر نوشته هالیستر. قبوله. خب برشگاه ما بنویسیم. برشگاه یعنی خواهی بیره کافی بود. خواستمش هم درست ننوشت. برند مورد علاقه لوازم آرایشی. نوشتم. نه یکی یا دوتا. دو سال یکی یا دوتا. 3 2 1 چی میشه؟ ویکتوریا سیکرت لوازم آرایشی. نه ویکتوریا سیکرت که لوازم آرایشی نیست. جفتتون اشتباه گفتید. چی هست؟ جان؟ چی هست؟ برند مورد علاقه من چیزه آناستازیا. من تا حالا اصلا آناستازیا ندیده بودم نشنیده بودم. آره اون روز با من نشنیده بودم. چه مرسی به مورد علاقه؟ دیورم دوست دارم.
دیور باز شد. من به فکر نرسیدم. خب اون عطر لوازم آرایش هم درست میگه. خب خب بشه باید من برندم. نه هنوز مونده. خیلی سخت شد که معلم مورد علاقم در طی سالهای تحصیلی دو نفر. دو نفر؟ زن و مرد که فرق می‌کنه. من اسمشون یادم نیست ولی می‌دونم کیا بودن. می‌تونی فقط بگی معلم کی بودن و کی معلمم بود. خیلی خوب. چه رو دست تو می‌گیری مگه مثلا داری امتحان میدی؟ من اینجوری امتحان نمی‌دم. دو تا. خب بگیم خوبه. بفهم. درسته. خب درسته. معلم ریاضی و معلم فیزیک مدرسه ایدال پارسی. آفرین. درست. آفرین به خودم. خب. نتیجه می‌گیریم که من خیلی بهتر. سال بعدی دوست صمیمی کیه؟ الان کی میشه؟ یعنی نزدیکترین دوستم. دوستا یعنی خانواده هم میشه؟ نه. دوست. خب دو سال تو خب الان دوست خیلی صمیمی که با خیلی باشه نداری. آره ولی با خیلی ها مثلا دوستی بیرون میره ولی نزدیک اون مدلی نداری. آره خب باید سخت نمیشه. از بهتر اینو جواب. آره اوکی. افامیلیز کات. روزی که 18 سالم میشه اولین کاری که دوست دارم انجام بدم چی خیر راجع بهش حرف میزنم. خب بگم گواهی نامه همون سر تیر چراغ اول که من همیشه میگم میخواد گواهی نامه بگیره بره تیر چراغ اول اول بره تیر چراغ اول رانی کم حالا میکنه درستا پشت ماشین من میشینه بعد تو خیابون نه تو خیابون که نمیشه بشینه که همیزی گواهی نامه نداره. خب هابی مورد علاقه هم چیه؟ یعنی وقتی که حوصله‌ام سر رفته و کاری ندارم انجام بدم اصولا چی کار انجام میدم؟ من فور نمیشتم بایرمون. نه نه نه. تقلب شد. من که ندیدم که تو بگی. چرا تقلب شد؟ من خدا اصلا نگفتم. تقلب شد. دیدن یوتیوب آفرین. یوتیوب سارا رو خیلی دوست داره. آره. ریبکا هم دوست داره. آره دختر نیکول هم دوست داره. من دیگه همه‌شو می‌شناسم چون اصلا یعنی تا اینی که دورسا خونه است منم باش نگام. آره. خب آخرش هم ما یه سوال از تو میپرسیم یا حضرت من هم میتونم پرسم علی من هم میخوام بپرسم تایپ هم چیه؟ یعنی اگر یکی بخوام خوشم بیاد باید چه شکلی باشه؟ یعنی ظاهری اخلاقی؟ ظاهری یه دونه ظاهری بنویس یه دونه اخلاقی بنویس. من متوجه نمیشم منظورت چیه؟ اگه بخواد یکی خوشم بیاد خب یه آدمی خب ظاهری چه باید اون چیز داشته باشه اخلاقی باید اخلاقیشو نمیدونم ولی خیلی راجبش حرف در این مورد نمیتونم نظر بدم. چرا میتونی خیلی ظاهری است معنیش حتی عکس حدس بزن حدس من نمیدونم هر یکی نمیشتم چون خب سفید و بور نه سفید و بور نه فرفری ولی فرفری رو قبول نه فرفری خیلی دوست داره منظور تو نظر قیافه ظاهری بود آره دوست داره کسی که مثلا خوشش رو موهاش فرفری باشه نه هیچی دیگه من نوشتم حرف حرف درسته باشه بازیگر فیلم ومپایر دایری رابطه باید حرف خودش باشه و این به هیچ جا کیف کن میشه ببین من میشه من چی نوشتم بابا قبوله اگه شبیه دیمن بازیگر فیلم ومپایر دایری چی بود اسمش؟ دیمن دیمن کلا دیمن یه اصلا کلا درسته با دیمن قرارداد بسته سوالا قرارداد بسته. خب سال بعدی سال آخره کافه مورد علاقه هم تو شیراز. وای اسمش چه من که همه کافه و اینا رو کافه؟ کل کافه فقط میتونم بگم کجا یه کافه یه رستوران کافه
اسمش بلد نه بلد آدرسش رو نوشتم واقعا اسم کافه ها یادم رفت فهمیدم اسمش من آدرسش بلد نه فقط نمیدونم کدومش جنیس آسفرین جنیس نیایش و هفت خان نه من رسوان الف نوشتم الف منظورت چیز بود رسوان الف تو مالی آباد نه گفتگو آره درستان کافه گفتگو رو هم خیلی دوست دارم به جفت تو نمره میدم تو واقعا کافه گفتگو رو خیلی دوست حالا یه سال آخرین سوال من که بردم رسی که رسوانی مورد علاقه من هفت خانه اگه بخوام اونجای غذا سفارش بدم چیه اون تو هفت خان؟ آره تو هفت خان؟ آره من بردم نوشا یه امتیاز اختلاف بود با این امتیاز من همبرگر سوخاری هم همبرگر بزرگ سوخاریه همبرگر سوخاری تو خودت هم گرمی نوشته بودی خب یه میخواست که یه خورده امید داری که برنده بشی من بودم یک دو سه چهار پنج شیش هفت اینو یکی حساب کنم چون بابا بهش نگفتیم بود هشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده چونزده یک دو سه چار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چونزده پونزده شونزده من شنبه با بابات برمیگردم من شنبه با بابات با اصطلاح نه البته مامانم اینو خدای برشکار نوشته شونزده شونزده نه نمیخواد خلالای کار کنی نه جفتتون مساوی شدیم بچه های خوبه بودیم شونزده شونزده پس از جفتتون یه چیزو میگیرم خب ما یه سال هست ولی جالبه که تقریبا آره همه چیزش رو میدونستیم خیلی مشکل نداره با هم هماهنگ کرده بودیم که نه من اصلا نمیدونستم چه سوالایی بپرسم ولی خیلی خوب بود ولی بازم با همه اینا دخترها بابایی هستن باباشون بیشتر در موردشون میدونن تا مادرهاشون خب حالا بگم یه سوال همه دردسرا برای مادرهاست حالا یه سوال به من بگین من بنویسم گفتین یه سوال دارم بابا بیشتر دوست داری یا مامانه؟ نه این اصلا سوال قشنگی نیست هیچ وقت میگن نپرسید حتی همیشه میگن از بچه نپرسید درستان که دیگه بچه نیست خب دیگه درستان برای نظر تو درباره مامان بابات بگو برا نظر میکوشه نه کوشن باید بشه نظر نمیخواد بگی آره بچه شاید نتونه نظرشو بگی در مورد شما X and Y من وقتی ناراحت میشم چی خوشحالم میکنم خرید نه خیلی تو نباید جواب بدی که تو باید جواب بدی درد خب بابا داره بپرسه درد خب تو بگو تو حساب بپرس بیشتر این چیزی که بابا دوست داره چی؟ به نظرت می خب درست خب مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو دیدین اگه دوست داریم بازم ویدیو اینجور درست کنیم حتما تو کامنت ها بنویسین اگه دوست داریم باز ویدیو با مامان بابام بگیرم بازم حتما تو کامنت ها مرسی بچه ها خیلی خوشحال شدم دیدتون خدا نگهدار خدا حافظ نامردی بود یه امتیاز بهش یادی برم